و اما یک طراح مد ایرانی مقیم نیویورک آثار جدیدش را در دبی به نمایش گذاشته است. نیما بهنود از خطاطی و ادبیات ایرانی برای طراحی‌هایش استفاده می‌کند. برای آگاهی بیشتر مستقیما از طریق ماهواره به دبی می‌رویم که نازیه بگدری خبرنگار ارشد و بین‌المللی ما با نیما گفتگو می‌کند. با سلام بر شما و میهمان گرامیتان نازی. سلام انوشیروان. نیما بهنود بزرگ شده تهرانه و در ایام بعد از جنگ ایران عراق در تهران بود که با دوستان همسن و سالش یک نوع طراحی مد زیرزمینی رو شروع کرد و بعد از سفر به نیویورک و تحصیل در انستیتوی مد نیویورک بود که المانهای شعر و ادبیات فارسی رو در کارش آورد و در سال 2004 کمپانی مد خودش رو به نام نیما NY در نیویورک شروع کرد. نیما لطف کرده بعد از نمایشگاه دو روزه‌ای که در دبی داشته الان در برنامه ما شرکت کرد. نیما خودتو یک بار گفتی که کار تو یک نوع هنریه که میشه اونو پوشید، درسته؟ درسته. من در واقع علتی که این حرف رو زدم، روز اول تمام این طرحهایی که الان روی تیشرت هست روی تابلوهای نقاشی بود و من میخواستم به صورت نقاشی اینا رو به بازار عرضه کنم. بعد متوجه شدم که دلم میخواد وارد دنیای مد بشه که همه بتونن ببیننش و برای همین اسم در واقع هنر پوشیدنی رو روش گذاشتیم. درسته که از ادبیات رومی و حافظ استفاده میکنی، عکس فروغ فرخزاد رو بعضی از تیشرت ها داری، ولی عکس چهرهای سیاسی هم داری مثل محمد مصدق و چون فرزند مسعود بهنود روزنامه‌نگار سرشناس هستی، فکر نمیکنی که این تعبیرهای سیاسی از این کارات بشه؟ اتفاقا خیلی میشه و این سوالی هم هست که خیلی از من میپرسن. علتی که دکتر مصدق رو انتخاب کردیم، به نظر من دکتر مصدق شخصیت اجتماعی و فرهنگیه و کار ما در موقع در فرهنگه، بنابراین از صورت این شخصیت ها استفاده کردیم. من فرم سیاسی توش نمیبینم. در حالی که خیلی از طراحان بزرگ دنیا کاراشون رو در چین و تایوان تولید میکنن، تو کاراتو با دوستان در نیویورک با دست تهیه میکنی. این از نظر مالی برات صرف میکنه واقعا؟ خب قاعدتا سود مالیش به اندازه‌ای که در جاهای دیگه تولید بشه نیست، ولی چون همه اتفاقات در نیویورک برای این برند افتاده، من دلم میخواد تمام پروداکشن رو تو نیویورک نگه دارم و کسانی که این کار تولید رو میکنن، اون 12 نفری که با ما کار میکنن، همه در واقع به نوعی هنرمند هستن. این طراحیات برای کیه؟ خریدار تو کیه؟ من خریدارم در واقع دلم میخواد کسایی که آشنایی ندارن با هنر ایران و نمیدونن چقدر زیباست این نوشته نستعلیق فارسی، اینو روی لباس بپوشن و به بقیه نشون بدن که همه متوجه شن ما چه گنجینه‌ای داریم تو کشورمون. در دبی این اتفاق افتاد که تقریبا تو این دو روز بیشتر لباسایی که آورده بودی فروش رفت. بله، اغلب لباسا فروش رفت و برخلاف تصور من بیشتر کسایی که اومدن خرید کردن کسانی بودن که ما هیچ کدوم نمیشناختیم، یعنی اون طرفداران همیشگی ما نبودن. خیلی از چهره‌های سرشناس هنر ایران و آمریکا هم لباسای تو رو پوشیدن، مثلا شیرین نشاط، خانم فریده لاشایی نقاش، جیم کری، دیگه کیا، کوین اسپیسی، خیلی های دیگه در آمریکا لباسات رو پوشیدن. چطور اینا رو با آثارت آشنا کردی؟ در واقع روزای اول به خاطر اینکه این لباس در حالت زیرزمینی پخش شد، توی مهمونی‌ها و شوهای فشن پخش شد، خیلی از سلبریتی‌ها دیدن و جالب این بود که هیچ کدوم نمی‌دونستن نوشته فارسیه و چیزی خونده میشه. همه به خاطر اون شکل خوششون آمده بود و برای همین جذب شدن به طرفش که در واقع همون هدف ما بود. شعرها رو چطور انتخاب میکنی؟ هیچ کدوم از شعرها خونده نمیشه به صورت شعر کامل، ولی من چون خودم خیلی شعرهای مولانا رو دوست دارم، بیشتر از گرفته از شعرهای رومی کلمات رو میگیریم و روی تیشرت ها استفاده میکنیم. ولی فکر نمیکنی ادامه این کار میشه تکرار همون ادبیات، همون شعر، همون چهره ها؟ چطور میتونی از این تکرار جلوگیری کنی و بداعت به خرج بدی؟ این یکی از بزرگترین کارهاییه که ما در واقع بیشتر وقتمون رو صرف میکنیم که چجوری ادغام کنیم طرحهای مختلف و مورها رو، شخصیتها و نوشته ها رو، که در واقع هر فصل یه چیز جدیدتری تازه بشه. این بیشتر کار ادغامه. بزرگترین شوی که داشتی تا حالا کجا بوده؟ بزرگترین شوی که تا به حال داشتم توی داخل آمریکا توی نیویورک بوده و بعد لس آنجلس و اروپا، ولی این شوی دو روزه دبی هم خیلی بزرگ بوده و فروش خیلی خوبی داشت. جالبه، طرحی که انجام میدی ایرانیه ولی خود لباسا غربی ان. بله. این دو تا رو با هم ترکیب. من اتفاقا این سعی اصلیمه که تنها چیزی که شرقی باشه توی کل این کانسپت طرح روی لباس باشه. مدل لباسا، مدل کات لباسا و حتی عکاس ها و مدل هایی که استفاده میکنم همه استانداردهای جهانی مده.
و این مدل‌ها خب خیلی گرونن، چطور میتونی هزینه رو تقبل کنی؟ یعنی انقدر سود میبره این بیزنس تو یا نه؟ سود میبره، ما خدا رو شکر فروشمون بد نیستش، ولی قسمت عمده هزینه روی همین مدل ها و در واقع اون تصویریه که من دارم از این برند ارائه میدم، به خاطر اینکه مخاطبم دنیا هستن، فقط ایرانی ها نیستن. کی دلت میخواد لباس تو رو بپوشه که تا حالا نپوشیده؟ من هر موقع میپرسن میگم ملکه الیزابت، ولی حالا هر کی هر چقدر مهمتر بهتر، که یه جوری این آشنایی برقرار بشه که هنر ایران رو توی تنه یه آدم خیلی مهم ببینن. ولی چرا ملکه الیزابت؟ چه دلیلی داره؟ من نمیدونم چرا احساس میکنم که وقتی اگه ملکه الیزابت بپوشه دیگه خیلی مهم شده، نمیدونم چرا. و شو بعدی نیما بهنود در لندن خواهد بود و نیما هیچ بعید نیست که ملکه الیزابت کار